رهبر جمهوری خواهان سنا توافق هسته‌ای حزب الله و سپاه را تقویت می‌کند. دولت مخالف ارسال متن توافق هسته‌ای به مجلس در قالب لایحه است. خامنه ای: در سال 88 از حق و ناس دفاع کردیم. با پشتیبانی 42 سناتور از توافق، اوباما دیگر وتو نمی‌خواهد. عذرخواهی هیلاری کلینتون به خاطر استفاده از ایمیل شخصی در وزارت خارجه. حامد کرزای: دیدگاه من با نظر پوتین مطابقت دارد. گرویدن صدها پناهجوی مسلمان در آلمان به مسیحیت به امید پذیرش پناهندگی. تجمع مخالفان توافق هسته ایران در واشنگتن. نتانیاهو: خامنه ای جای کوچکترین توهمی برای حامیان توافق نمیگذارد. دمیرتاش: حزب حاکم ترکیه حملات ملی گرایانه را هدایت می کند. گروه تروریستی داعش با بکارگیری کودکان در فعالیت‌های تروریستی در ماه‌های اخیر فصل جدیدی از جنایت‌های شیطانی خود را گشوده است. به گزارش فرادید، به نقل از دیلی میل، بر اساس مستندی که اخیراً درباره استفاده داعش از کودکان در اعدام‌ها و فعالیت‌های انتحاری و تروریستی منتشر شده است، این گروه تروریستی کودکان را برای عملیات آموزش می‌دهد. این گونه آموزش‌ها نه تنها در پایگاه‌های نظامی، بلکه در مدارس مناطق تحت سلطه داعش نیز به کودکان عرضه می‌شود و کودکان همه روزه توسط تروریست‌های داعش برای تماشای صحنه‌های اعدام برده می‌شوند. فیلم‌ها و تصاویری که به تازگی منتشر شده‌اند نشان می‌دهد گروه تروریستی داعش به دست کودکان و نوجوانان کم سن و سال اسلحه می دهد و از آنها در روند قتل عام مردم استفاده می کند. در کمپ های تربیتی سربازان کوچک داعش علاوه بر شستشوی مغزی، استفاده از انواع سلاح برای اعدام و کشتار و سربریدن به کودکان آموزش داده می شود. بسیاری از این کودکان خانواده های خود را در نبرد های سوریه و عراق از دست داده اند و یا خانواده های آنان از ترس عناصر داعش با انتقال فرزندانشان به مراکز آموزشی و تبدیل شدن به سربازان داعش موافقت کرده اند. تا کنون بیش از 3 میلیون کودک در جنگ با داعش در عراق آواره شده اند که 2/3 آنها در خاک این کشور سرگردانند و داعش برای استفاده از آنان برای عملیات تروریستی خود برنامه ریزی می کند. به گزارش بولتن نیوز، راشان سوغلام خبرنگار این شبکه در عراق گفت گروه تروریستی داعش آموزش نظامی کودکان و نیز کشتار و شکنجه جسمی و روحی در شهر موسد را آغاز کرده است. شهروندان محلی میگویند گروه تروریستی داعش 4 اردوگاه را در شهر موسد برای این هدف اختصاص داده است. ابتسام الهلالی، عضو ائتلاف ملی عراق، میگوید داعش استفاده از کودکان برای حملات انتحاری را آغاز کرده است و آنها را برای نبردهای نظامی آموزش می‌دهد و این آموزش‌ها به گونه‌ای است که به شدت خطرناک و غیر انسانی است. داعش در حال نابود کردن نسل جدید با این گونه اقدامات است. این اقدامات در واقع جرایم ضد بشری است. خبرنگار پرس تیوی افزود تصاویری در اینترنت منتشر شده است که نشان می‌دهد کودکان در حال کشتار شماری از مردم عراق هستند. سعدالمطلبی، تحلیلگر سیاسی در عراق، میگوید کودکان 9 تا 13 ساله که داعش آنها را جذب خود کرده است به اردوگاه ها فرستاده می شوند تا به عنوان نیروهای شبه نظامی آموزش ببینند. شیوه های آموزش آنها بسیار عجیب و دشوار است و به آنها دستور داده می شود که در اعدام ها شرکت کنند و آنها مجری اعدام باشند. این پدیده که نه تنها در عراق بلکه در اروپا نیز در حال روی دادن است، واقعا نگران کننده است. زیرا شماری از این کودکان پیش از این به شماری از کشورهای اروپایی منتقل شده اند.
خبرنگار پرس تیوی افزود 400 فرد زیر 18 سال از آغاز سال کنونی میلادی به گروه داعش پیوستند. این بخشی از فعالیت‌های گروه داعش برای استخدام کودک سربازان است. تحلیلگران می‌گویند داعش در حال تربیت نسلی است که هیچ احساس همدردی و درک درباره دردها و آلام دیگر انسان‌ها ندارد. این مسئله نه تنها عراق بلکه همه منطقه و نیز غرب را تحت تأثیر قرار خواهد داد. کارشناسان میگویند عربستان دست به هیچ اقدامی علیه القاعده در یمن نمیزند و این سازمان مدام رشد میکند. القاعده ای ها اکنون مناطق بسیاری در جنوب یمن و از جمله مناطقی کلیدی در شهر عدن را در دست دارند. عربستان دیروز در حمله ای به استان حجه در شمال یمن حداقل 36 کارگر غیر نظامی را کشت. سازمان تروریستی القاعده در حالی به رشد خود در یمن ادامه می دهد که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی عامدانه از هر گونه اقدام علیه این سازمان خودداری می کند. این لب کلام حرف کارشناسانی است که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند. القاعده اکنون بخش های گسترده ای از جنوب یمن و حتی محلاتی استراتژیک از عدن، دومین شهر بزرگ کشور را در اختیار دارد. دیروز مدیر عملیات امنیتی در شهر عدن هنگام ترک خانه خود به قتل رسید و احتمال می رود این نیز کار القاعده ای ها باشد. سازمان القاعده در جزیره العرب از مرگبارترین شاخه های این سازمان تروریستی در جهان است و آخرین اقدام بر سر و صدای آن کشتار روزنامه نگاران هفته نامه فکاهی شارلی ابدو در پاریس در ماه ژانویه بود. این سازمان از جنگ داخلی یمن بیشترین استفاده را برد و اکنون بندر کلیدی مکلا در 480 کیلومتری شرق عدن را هم در اختیار دارد. این شهر بخشی از استان حضرموت است که نیاکان اسامه بن لادن بنیانگذار القاعده در آن ریشه دارند. القاعده ای ها در این استان مانور نظامی هم برگزار کرده اند. آنها هر جا می روند قانون شریعت اسلامی به پا می کنند. اما در حالی که پهپادهای آمریکایی به بعضی نیروهای القاعده در حضرموت حمله می‌کنند، هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری سعودی‌ها اصلاً نزدیک این استان هم نمی‌شوند. آنها تمام نیروی خود را متمرکز به مبارزه با حوثی‌ها، شبه نظامیان شیعه نزدیک به تهران کرده‌اند. در این حال اکنون 5 ساختمان کلیدی شهر عدن در دست القاعده است. یک ساختمان نیروی دریایی، یک ساختمان نهادهای اطلاعاتی، یکی از مقرهای اقامت ریاست جمهوری، یک هتل و یک بیمارستان نظامی. نیروهای این سازمان چندین ایست بازرسی در عدن برپا کردند. کارشناسان میگویند القاعده در عدن آینده ندارد چون از پشتیبانی کامل مردم برخوردار نیست. اما بعضی ها آن را به نیروی مرگبارتری همچون داعش ترجیح میدهند. القاعده از یک سو از داعش به خاطر حمله به مساجد شیعه که ده‌ها کشته به جای گذاشته انتقاد کرده و از سوی دیگر با قبایل محلی سنی علیه حوثی‌ها همکاری کرده. در این حال حملات سعودی‌ها علیه حوثی‌ها ادامه دارد و دیروز کارخانه‌ای را در استان حجه در شمال هدف گرفتند که منجر به کشتن 36 شهروند شد. عربستان مدعی است این کارخانه بمب‌سازی بوده، اما ساکنین محل میگویند کارخانه ای غیر نظامی و بطری سازی بوده است. در حمله دیگری به شهر پایتخت صنعا، خانه ای در نزدیک پایگاه نظامی در جنوب شهر منفجر شد و 4 غیر نظامی کشته شدند. سازمان عفو بین الملل چند هفته پیش سعودی ها را متهم کرد که جای پای خونین مرگ غیر نظامیان را پشت سر خود به جا گذاشتند و
گفت احتمال دارد اقداماتشان جنایت جنگی محسوب شود. بیش از 4300 نفر در 5 ماه جنگ یمن کشته شدند و بیماری و رنج و درد نیز این فقیرترین کشور خاورمیانه را در بر گرفته است. اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران رو به وخامت مهاجرانی که به سوی این قاره سرازیر می‌شوند، نشست اضطراری اعلام کرده است. ریاست اتحادیه اروپا گفت که وزرای کشور 28 عضو روز 14 سپتامبر یک نشست اضطراری خواهند داشت، چون این بحران دچار ابعاد بی‌سابقه شده است. این تصمیم در پی یک هفته حوادث مرگبار برای مهاجران اعلام می‌شود. در این حوادث تعداد زیادی در مدیترانه غرب و اجساد 71 نفر در کامیونی در اتریش پیدا شده است. ماه گذشته 107,500 مهاجر به مرزهای اتحادیه اروپا رسیدند که یک رکورد به حساب می آید. سازمان ملل می گوید ادامه مناقشه سوریه یک عامل عمده در پس افزایش شمار مهاجران است. به خصوص بازرسی های مرزی در یونان، ایتالیا و مجارستان برای متوقف کردن سیر مهاجران نه فقط از سوریه بلکه باقی خاورمیانه و آفریقا در تقلا بودند. نشست فوق‌العاده ماه آینده اواخر یک شنبه شب در لوکزامبورگ رئیس دوره اتحادیه اروپا اعلام شد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است وضعیت پدیده مهاجرت در خارج و داخل اتحادیه اروپا اخیراً ابعاد بی‌سابقه‌ای گرفته است. بر اساس آمار سازمان اروپایی فرانتکس در ماه ژوئیه برای اولین بار شمار مهاجرانی که به مرزهای اتحادیه اروپا رسیدند از 100,000 نفر فراتر رفت که 3 برابر ژوئیه سال گذشته بود. موضوع مباحثات شامل همکاری داخلی، مقابله با قاچاق مهاجران و سیاست بازگرداندن آنها خواهد بود. آلمان، فرانسه و بریتانیا گفتند که اتحادیه اروپا باید فهرستی از کشورهای مبدأی که امن هستند تهیه کند تا امکان بازگرداندن بعضی مهاجران فراهم شود. روز شنبه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار یک واکنش جمعی برای مقابله با این بحران شد و از کشورهای روبرو با سیل مهاجران خواست مسیرهای ایمن و قانونی برای آنها درست کنند. آقای بان کشف 871 نفر در اتریش را هولناک و مایه دلشکستگی خواند. تصور می شود این افراد از جنگ سوریه گریخته بودند. از ماه ژانویه تا کنون حداقل 2500 مهاجر مردند که بیشتر آنها در اثر غرق کشتی ها در مدیترانه بوده است. آلمان انتظار دارد شمار پناهجویانی که به این کشور می آیند در سال 2015 4 برابر شده و به حدود 800,000 نفر برسد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یک شنبه در برلین به خبرنگاران گفت اگر اروپا همبسته باشد و ما همچنین نسبت به دیگران ابراز همبستگی کرده ایم، در آن صورت الان وقت نشان دادن آن است. بعضی دولت‌ها از پذیرش پناهجویان خودداری کرده‌اند و در برابر پیشنهادهای اتحادیه اروپا بر سر یک طرح مشترک مقاومت نشان دادند. سایر کشورها در حال سخت‌تر کردن سیاست‌های مهاجرت در زمینه پناهجویی و امنیت مرزی است که گاهی به دلیل افزایش احساسات ضد مهاجر در داخل این کشورهاست. همچنین ترزا می وزیر کشور بریتانیا گفت افزایش بحران مهاجران نتیجه نظام مرزهای آزاد شنگن در حوزه این اتحادیه است. او خواستار اعمال تدابیر سخت‌تر مرزی در اتحادیه اروپا شده است. ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا هم که کشورش به عنوان نقطه ورودی بسیاری از مهاجران به اروپا تحت فشار زیادی است گفت اتحادیه اروپا یک سیاست واحد اروپایی ایجاد خواهد کرد، نه سیاست‌هایی به تعداد کشورهای اتحادیه.
عمر تیوی. عمر تیوی دنگو رنگی بزوت نوی کوماری خوازی روشلاتی کردستان. کومار تیوی مکوی بیری جواستانو حواری دروی کبکاوتا. کومار تیوی دنگو رنگی حمولایکا لپناو دستبر کردنی آشتی و آزادی دا. کومار تیوی مکوی بیری جواستانو حواری گروی کبکاوتا. کومار تیوی کومار تیوی تینی بتینی تبایو دنگی رنگاو بو یکتی. هاو نشتمانانی برز کومار تیوی یک اگل امرازکانی راگیان دنو میدیاتیکی بزوتنوی کوماری خوازی روشلاتی کردستانه. بلام کار کردی ام تلویزیونه کار کردی که راگیان دنی ناحزبی دبید که همو کسی گمار فی بلاو کردنوی بیرو راو با چونکانی تیدا پارز راو دبید. کومار تیوی تلویزیونی که به توان آزاد و حرفه‌ای با کاری راگیاندن و مدیاتیکی دبید و بیشت رنگ فکری و جیاوازکانی نو کوملگای مزایکی کردستان به بیل برچاو گرتنی مرام و ایدیای سیاسی و آینین بلاو دکاتوا و همو لایک بتوانن لم تلویزیونه دا تعبیل لبیر و باوری خویان بکرد. سیاستی کاری کومار تیوی هر وقت ویب سایتی کوماری خوازان سیاستی رسمی زدنوی کوماری خوازی نیه. بویا همو او بابتو برنامانی تیدا بلاو دبنو و تعمیل لسیاستی زدنوی کوماری خوازی ناکنو بطنیا بشدارانی بابتو برنامکان بو خویان برپرسن لناوروکی بتو قصو باسیه. کومار تیوی هول داد تیبونی دیاوازی کانو آوینی تواو نمای جوراو جورایتی نو کومالگای کردستان بید. و اما زور بینگه با یکم جار بدیه که کردی بیت سر او باورا که دکرت تریبون یکی تنیا جمع اگنه بید. لسر او باورش که لمنشوری بزود نوش ده هاتوه دکرت کومار تیوی تریبونی آزادی همو او دنگانه بید که سانسور کراوه.
جرگم بیانی زهلم زینم کزی جرگم بیانی زهلم زینم زور ده ترسیم زور ده ترسیم که بی کاری کندی شاری چمی چیایی کمار تیوی حول دادار تریبونی جیاواز یکان و آوینه توانمای جورا و جوراتین او کمالگای کردستان بید و اما زور بینگه با یکنجار میدیاهی کردی بیت سر او باورا که دکره تریبونی تنیا جمع نبید لسر او باورش که لمنشوری بزود نوش دا هاتوا دکره کمار تیوی تریبونی آزادی همو او دنگانه بید که سانسور کرد کمار تیوی بود ولمن کدنی ناوروکی پروگرام کانی لگشت بابت گلی پیوندی دار و پرسی نتوی کرد که للاین خلک و بدستی بگاد سود ورده گرد و هر بویشه لسرطای دستیکی وشندنی برنامه کانی آزمایشی خویده داوال لگشت لایک دکات که بود ولمن کدنی آرشیوی کمار تیوی بناردنی همو او بلگو فیلمی پیوندی دار بمیجوی کمارو کرد و کردستان و تنانت فیلمی دیبات و قصو باسی چند کسی لباره پرسی کرد و چونتی دوزی نوی رگای حلی آشتیانا و ممکن بو کشی کرد لروشلاتی کردستان یارمتی بفرمون و کمار تیوی بدنگ و رنگی آزادی خوتن رازا و بکن بیانی زو حلم سینه بیانی زو حلم سینه دیسن خلوستی بزوتنوان برانبر به سیستم حزبی کردستانی و اپوزیسیونی کرد لراشالاتی کردستانی.
بدیدی.